نمایندگان طالبان و تازگی در نشست دروزه در تاشکند پایتخت ازبکستان اشتراک کردند اما در آستانه یک سالگی حکومتشان به رسمیت شناخته نشد نمایندگان بیست کشور و سازمان بین المللی آنجا بودند. نام نشست با امنیت و توسعه اقتصادی افغانستان گره خورده بود. اما یک مقام امریکایی اشتراک در نشست گفت که امنیت و ثبات اقتصادی بدون پشتبانی از زنان پایان خشونت علیه تمامی جوامع قومی و مذهبی و تقویت یک روند سیاسی فراگیر امکان پذیر نیست. امنیت و ثبات اقتصادی افغانستان چقدر گره خورده به امنیت و ثبات در منطقه و خصوص کشورهای آسیای مرکزی و ایران شما هم میتونید نظریاتتان را زیر همین بحث در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید اگر مثلث را در یوتیوب میبینید لطفا صفحه ی یوتیوب رادیو آزادی را سابسکرایب کنید گپ میزنیم با سراج الدین اسلام سردبیر بخش تاجکستان رادیو آزادی و قدرت شهیدی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی سراج تاجکستان از یک طرف از امنیت در افغانستان زیر اداره طالبان نگران است و از طرف دیگر مایل است که روابط تجارتی اقتصادی هم داشته باشه با طالبان بیا شروع کنیم با این که نشست بین المللی در مورد افغانستان در تاشکند در تاجکستان چه باستا یافت؟ با مردم زیاد توجه نکردن البته چون در رسانه ها زیاد رسانه ای نشده این خبر ولی تا اندازه که ما میدانیم معاون رئیس مرکز استراتژیکی نزد جم... پرزیدنت تاجیکستان با این کنفرانس تاشکند رفته و برگشت امروز یک نشستم داشت در دا اوج گفت که تاجیکستان هنوزم طالبان را به رسمیت نمیشناسد ولی روابط اقتصادیش رشد کند اگر ما به ارقام نگاه کنیم میبینیم که سال گذشته نسبت به سال گذشته 6 میلیون دلار بیشتر روای تجارتی شده بله بله یا میزان تجارت بین تاجیکستان طالب 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 و طالبان, طالبان ها. بیشتر از 40 میلیون دلار شده که این نسبت به یک سال گذشته بیشتر از 6 میلیون و فکر میکنم که این صلاحیت شاید هم بیشتر شود چون مردم خود مردم از نگاه اقتصادی بسیار تمایل به افغانستان دارد از نگاه تجارتی میتوند همسایه خوب باشد تاجکستان اینه خوب درک میگنند ولی از نگاه سیاسی بعضی نگرانی ها هست البته این مسئله امنیتی است امنیت کشور یک پرچگی تاجیکستان و حمایت از اقوام که در افغانستان زندگی منظورم فارسی زبانان تاجیکان است که این سیاست عمده ای حکومت تاجیکستان است حمایت از آنها که امام علی میخ... رحمان رئیس جمهور تاجیکستان بارها نگرانی کرده بله. در این مورد و خواستار ایجاد یک ساختار فراگیر شده در افغانستان شما بیشتر از میزان مبادله تجارتی بین دوشنبه و حاکمان جدید در افغانستان گفتین میشه کم توضیح بدین که در چه بخش های روابط تجارتی وجود داشته؟ روابط تجارتی بیشتر از نگاه ببینیم صنایه البته چه زیاد نیست ولی برق صادر میکند و با حکومت طالبان شرطنامه هم دارند و در شمال کشور شمال شرق کشور افغانستان با برق تاجیکستان تامین می شود این اول است هیچ وقت قطع نکردند با وجود اینکه به رسمیت نمیشناسند و مسائل ساختمانی از تاجیکستان زیاد میرد که افغانستان یک نیاز مبرم دارد ولی از افغانستان نیست، از قلمرو پاکستان نیست، به افغانستان، با تاجیکستان چیز زیاد میاین البته. بیشتر از تاجیکستان میاد ولی مبادای این چیز فروش مسالی ساختمانی و برق غیر از این با مساله که هست که برای تاجیکستان از پاکستان یا از افغانستان آوردن ناسانتر است نسبت به کشورهای همسایه بگیم که از قزاقستان یا روسیه چون همسایه خیلی چیز است بیش از هزار کیلومتر سرحد دارد سرحد عمومی و از نگاه فرهنگی قومی میتونم بگیم که خیلی نزدیک هستند و تاجکستان همیشه میخواد که یک روابط خوب داشته باشد با هر کسی که نباشد ولی باید منافع ملی اقوام دیگر در افغانستان از جمله تاجیکا و فارس باید حمایت شود این از درخواست تاجیکستان تشکر در سرانجی نسبت البته تاجیکستان خیلی نرمتر شده در مورد موضع تاجیکستان و ازبکستان که میزبان نشست تازه بود بیشتر صحبت میکنیم در ادامه این مسلس اما اجازه بدین از قدرت از شما بشنویم که در مورد موقف ایران در رابطه با افغانستان و همچنان نشست تاشکند بشنویم تا جایی که ما دنبال کردم حسن کازمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان هم اونجا بود و همونطور که گفته ایم امنیت و توسعه اقتصادی بود نام نشست دو روزه در تاشکند سوال اصلی یا یکی از سوال اصلی است که ایران از چه منظره مینگره و می بینه به افغانستان زیر داری طالبان برای ایران باید بگم که مهمترین بخش افغانستان به عنوان یک کشور همسایه زیر تسلط طالبان امنیتی هست نه اقتصادی برای اینکه ایران با افغانستان روابط اقتصادی چندان بزرگی نداره و تاریخا هم خیلی کم بوده روابطشون رسمی از کانال های رسمی ولی از نظر امنیتی برای ایران خیلی مهمه چون که در وهله اول طالبان حاکم شده در یک سال گذشته بر افغانستان به ویژه در مناطق مرزی در مرحله دوم داعش فعالتر شده در مناطق مرزی و عملیاتی هم در داخل ایران در چند سال گذشته و در ماهای گذشته سعی کردن انجام بدن و بعضی عملیات هم انجام دادن و از منظر دیگه این هست که تا یک سال پیش نیروهای آمریکایی در افغانستان بودند ولی خارج شدن این هم از, از امنیتی برای ایران یک امتیاز به حساب میاد که دیگر نیروهای آمریکایی در منطقه افغانستان در کشور افغانستان حضور نداره و ایران از اون جبه احساس امنیت بیشتری میکنه ولی مسئله دیگه هست که ایران و طالبان روابط دوگانه با هم دارن یعنی هم دوستی و هم دشمنی در برخی موارد با هم دیگه دوستی دارن بر علیه آمریکا بر علیه کشورهای غربی از لحاظ ایدولوژیک و سیاسی و در مواردی هم با همدیگر دشمنی دارن به خاطر مسائل امنیتی به منطقه منطقه‌ای و از نظر ایدولوژیک هم اختلاف بین سنی و شیعه که اختلافی تاریخی هست و از این رفتنی هم نیست اینه که از منظرهای مختلف میشه نگاه کرد به رابطه حکومت جمهوری اسلامی و طالبان حاکم بر افغانستان اما بیشتر نوع نگاه جمهوری اسلامی این گونه بوده که باید دنبال تعامل به گفته اونها مثبت بود با طالبان شما میدارید که در سالهای گذشته پیش از بازگشت طالبان به با قدرت در دهه نوید جمهوری اسلامی ایران پیش رفت تا مرز یک جنگ تمام عیار با طالبان اما حالا چی شد که از تعامل مثبت بیشتر صحبت میشه در مورد طالبان؟ تعامل مثبت از اینه که ایران الان ظرفیت گشایش یک جپه جدید به ویژه جنگ تمام در مرز افغانستان رو نداره و احتیاجی هم نداره که دست به هیچ گونه عملیات نظامی با طالبان بزنه ترجیح میده که از لحاظ دیپلماتیک و سیاسی مشکلات خودش رو با طالبان حل بکنه به عنوان مثال مسئله آب حق آب ایرمان از هیرمن دهه ها هست که مشکله قراردادهای های امضا شده هیچ موقع اجرا نشده و الان هم مقامات ارشد ایرانی از جمله وزیر نیرو میگن که حتی حاضرن برن کابل بشینن با طالبان مذاکره و بحث بکنن مشکل رو حل بکنن در صورتی که در سالهای پیش همون که شما هم اشاره کردی میگفتن که ایران حتی حاضره که نیروی نظامی بفرسته برای گرفتن حق و بش. ولی الان ایران ترجیح میده به خاطر مسائل و مشکلات درون ایران چه سیاسی چه امنیتی چه اقتصادی و مسائلی که در با طالبان داره تعامل بکنه با طالبان سراجودین بیا که در مورد نگرانی امنیتی تاجیکستان یک مقدار صحبت بکنیم اما که پیشتر هم گفتیم شما چند ماه پیش گزارش مفصل هم تهیه کرده بودین که مکدیدوم در او آمده بود که جنگجویان تاجیکستانی در برسوالی های کوفا، شکی، نوسی، مایمی و خواهان ولایت بلخشان حضور دارند که رهبریشان را فرد به نام مهدی ارسلان یک شهروند تاجیکستانی به عده دارد در گزارش شما ما که نام اصلی مهدی ارسلان محمد شریفوف است و او در حقیقت باشنده منطقه شرقی نوراباد تاجیکستان است طالبای خبرها را غالبا رد میکنند و انکار میکنند اما تاجیکستان چقدر نگران است واقعا از این تحرکات؟ واقعا اگر واقعا واقع بگیم زیاد نگران نیست از نگاه آه خوب آه امنیتی آه اونا نمیتونن وضع سیاسی کشور را وضع امنیتی کشور را برهم بزنن چون نیروی قوی که بگیم که به امنیت تاجکستان اینا خلال دار بشن ندارن ولی به هر حال بودن آنها در سرحد تاجکستان و افغانستان یک حس ناباوری را بیشتر میکنند گرچند طالبا گفتند که اینا در قلم رو افغانستان جنگجویان تاجیک نیستند حتی اون نفره که اعلان کرد که در قلم روی ما جنگجویان تاجک مهاجران تاجک بگفته و در با رهبری مهدی ارسلان نیست مکسایی داریم که خودش با او یک جای عکس گرفته بود سال گذشته این نشان داد از این است که هنوزم حکومت تاجیکستان آماده نیست با طالبا یک گفتشونی مستقیم بکند بر رسمیت بشناسد چیزا میخواستم از شما بپرسم چرا حکومت طالبا میگرد که خب ما را بر بشناسند ولی از طرف دیگر جنگنده های تاجیک آنهایی که میخواد رژیم حکومت تاجیکستان رژیم رحمان سرنگون کنن پناهندگی میتد تناقض های وجود داره همونطور خود هم اشاره کردی و همچنان تفاوت روایت ها اینجا وجود داره که برخواه این جنگ روایت ها میخوانن طالبان الاز ظاهر به همگان یعنی به کشورهای همسایه و منطقه و به جهان اطمینان دادن که هیچ تعدید از خاک افغانستان متوجه هیچ کسی نیست البته طالبان بیشتر میخوان که این پیام را برسانند که به توافق نامه چند سال پیش سال 2020 در دوحه با آمریکایی ها اینا پابند هستند اما اینجا پس منظر هم هست که چرا این تأکید تاکید میشه بر این نکته که هیچ تهدید از خاک افغانستان علیه هیچ کسی وجود نداره به دلیلی که شما میدونین که حکومت اول طالبان در دهه 90 به دلیل پناه دادن به اسامه بن لادن مغز متفکر حملات 11 سپتامبر بر ایالات متحده سرنگون شده بود و در کنار اظهارات رسمی طالبان فاکت های دیگه هم اینجا هست که ما در جیران هستیم مثلا در اوایل ماه جولای خبر رسید که وزارت خارجه ازبکستان گفت که پنج راکت ظاهرا از خاک افغانستان به سمت تا ازبکستان شلیک شده که در ترمز شهر ترمز اصابت کرده هیچ کس مسئولیت او رویداد را در او زمان به عهده نگرفت اما در ماه اپریل شاهد از این هستیم که داعش مسئولیت راکت پرواگنی به سمت شهر ترمز را به عهده گرفته بود ادعایی که در زمان حکومت ازبکستان ردش کرد در ماه می امسال مثلا داعش ادعا کرد که چند راکت زده به سمت تاجکستان از ولسوالی خاجغار در تخار این حقایق است که در موردش میدانیم که با روایت های طالبان فرق میکنه. منتها سوال اصلی این است که وقت طالبان میگن هیچ تهدید وجود نداره سوال اصلی اینجاست که طالبان چقدر توان مهار گروه های افراتی به شدت مذهبی در افغانستان داره این یک سوال است که ام، وجود داره این روایت طالبان یک چیز هست و گزارش های نهادهای بین حقاقی... حق یک چیز قطع... دیگه است حقیقت های هست که نمیتون این کار بکنیم مثلا الان زواهری خود اسمان بلندن با رهبریت طالب در زمانش با ملاعمار اینا باید کرده بودن باید که این چیز نمیتونه با... نمیتونی بشکنه بگوی که من باید کردم دیگه باید نمیکنم این نزد خدا اینا باید کردن و پناه بردن و امروز هم هستن اینا مثلا طالبات چطور میتونن این کار بکنن بگن که نه از قلم رای مایج ما کنه خب تهدید به همسایه نمیشه دقیقا امین هست که تناقض اینجا وجود داره و تفاوت روایت ها وجود داره گزارش هایی که شما گفته نقایق موجود یک چیز نشان میده ولی روایت رسمی طالبان یک چیز دیگر هست بین شما بشنویم که رویکرد ایران فعلا چقدر تغییر کرده پس از بازگشت طالبان به قدرت حال هم دنبال حفظ ساحه نفوذش در بخشای افغانستان هست ایران صد در صد از ایران برای اینکه رابطه تاریخی چند صد ساله داره با افغانستان و در چهار پنج دهه اخیر هم تلاش کرده که نفوذ خودش رو چه در دوران شوروی سابق چه در دوران اول حکومت طالبان و چه در دوران حکومت های ائتلافی که بعد از طالبان اومد نفوذ خودش رو در یک سری از مناطق به ویژه مناطق شیعه نشین حفظ بکنه و در کابل در پایتخت در داخل حکومت و در داخل دولت طرفداران خودش و اعضای خودش رو داشته باشه و داشت تا قبل از سر کار دوباره طالبان ایران در دولت افغانستان نفوذ زیادی داشت در تصمیمات روابط بین المللی در روابط اقتصادی و سعی میکنه که این نفوذ خودش رو ادامه بده ولی با روی کار اومدن طالبان یک مقدار صحنه سیاسی و دیپلماتیک تغییر کرد برای اینکه طالبان اولا اون حکومت طالبان سابق نیست دوما اینکه افغانستان هم افغانستان سی سال پیش نیست افغانستان هم تغییر کرده فاکتورهای مختلفی وارد منطقه شدن که میشه به عنوان مثلا داعش بهش اشاره کرد که امروز نماینده روسیه در امور افغانستان گفت که تعداد افراد داعش در افغانستان 6000 نفر شده از 2000 نفری که در اوایل سال گذشته بود یعنی خود روس ها دارن میگن که داعش دوباره داره به یک نیروی بزرگ تبدیل میشه نوسا ارچند در گذشته هم یک نو با باور برخی از تحلیلگران بزرگ نمایی کردن در مورد حضور داعش در افغانستان اما بدون شک گزارش های دیگه مثل گزارش سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان برد. ملل متحد نشان میده که داعش هنوزم با عنوان یک تهدید اصلی فرا راه طالبان نوع. حضور دارد در افغانستان این مسئله مشترک ایران و طالبان هست که هر دوتاشون از لحاظ سیاسی نظامی میخوان که داعش از بین بره گرچه از ایدولوژیک همشون اسلامی هستن تندرو هستن ولی داعش امنیت افغانستان و امنیت ایران رو به خطر میندازه نه به نگاه ایران و داعش چگونه است یعنی چطور میبینه و داعش که داعش رو ایران یک گروه تروریستی میبینه یه گروه خطرناک میبینه گرچه از نظر ایدولوژیک اسلامی هست داعش حکومت اسلامی طالبانیزه شده و یا شدیدتر از اون رو میخواد ولی برای مقامات ایران مقامات تهران داعش یک خطر برای اینکه اون نظمی رو که اینا در منطقه و در خاک ایران در افغانستان و در بقیه کشورهای مسلمان به نوعی به وجود آمده برهم میزنه همونطور که در سوریه در عراق و کشورهای دیگر لیبی شاهدش بودیم. و پس شاید جمهوری اسلامی ایران فکر میکنه که طالبان میتونن علیه داعش بجنگن. قسمی که طالبان در گذشته هم گفتن که مثلا داعش را سرکوب کردن در افغانستان. بله فکر میکنه و حتی به طور غیر رسمی کمک هم میکنن. ذره اطلاعاتی کمک میکنه که پیدا بکنن گروه های داعش رو در مناطق مختلف برای اینکه به نفع هر دو تا گروه و کشور هست که داعش تضعیف بشه طالبان در داخل امکانات نظامی و مالی مبارزه با داعش رو نداره و ایران هم امکانات نظامی و مالی رو داره ولی نمیتونه وارد خاک افغانستان بشه با داعش بجنگه اینه که یک مقوله بسیار پیچیده هست که ایران نفوذ خودش رو چگونه میخواد در داخل افغانستان با وجود حکومت طالبان حفظ بکنه از لحاظ سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک ولی می‌خواستم یه هم از شما بپرسم طالبان وقتی سر کار اومد در تابستان سال گذشته بعد از چندین هفته فشار سیاسی و دیپلماتیک وعده دادن که حکومت و یه دولت فراگیر تشکیل بدن که هنوز هم تشکیل نشده و کشورهای مختلف جهان چه غرب چه شرق چه اروپا چه آفریقا هیچ کدوم طالبان رو به رسمیت نشناختن و در نتیجه تحریم هایی که کشورهای غربی به ویژه آمریکا اعمال کرده برداشته نشده و شرایط اقتصادی هم همونطور که شما بهتر از من میدونین در افغانستان روز به روز بدتر میشه چرا طالبان نتونسته یا نخواسته تا الان اختلافات درونی خودش رو حل بکنه و یه حکومتی تشکیل بده برای اینکه طالبان الان کنترل افغانستان در دست داره چه ما بخوایم چه نخواهیم حاکم است بر افغانستان چرا همچین قصد و نیتی از خودشون نشون نمیدن که یک سری اصلاحات رو انجام بدم مخصوصا درباره زنان حقوق بشر آزادی بیان که بتونم وارد به نوعی وارد جامعه جهانی بشم و به مردم افغانستان کمک بکنم این سوال مهم کارشناسانه است واقعا اما باز هم اینجا یک چیز جالب توجه است که امون جنگ روایت ها وقتی با طالبان صحبت میکنین از دید اونها حکومتشان فراگیر است و از دید اونها همه چیز سر جایش است و همه چیز خوب است ولی وقتی اونجا میبینین به قرینه ها و پس منظر ها و حقایق دیگر معلوم میشه که مثلا در کابینه سی و چند نفریشان همشان مرد هستند همشان بیشتر چهره های طالبان هستند و هیچ زنی در اونجا حضور نداره و همچنان آم شما مستحضرید که باز هم نکته دیگه این که مثلا طالبان ادعا میکنن که جنگ به پایان رسیده مثلا امنیت برقرار شده در حالی که اون طرف حقایق دیگه وجود داره که جنگ هنوز هم جریان داره در بخشای مثلا پنشیر ما شاید این هستیم که جبهه موسوم به جبهه مقاومت ملی علیه طالبان می جنگه در اندراب می جنگه در بخشای دیگه علیشان می جنگه و امی تازگی سازمان ملل متحد گزارش خود را نشر کرد آم، که امو ده ماه پس از بازگشت طالبان را تفصیل کرده بود در این گزارش و در او آمد که هرچند به صورت کلی از میزان خشونت و جنگ مسلحانه کاسته شده اما بیش از دو هزار نفر کشته یا زخمی شدند یعنی yani 700 نفر غیر نظامی کشته شدند و بیشتر در نتیجه انفجارها و عملات که داعش مسئولیتش گرفته از طرف دیگر به تازگی اف بین الملل گزارش تکان دهنده نشر کرد و گفت که رفتارهای طالبان سرکوبگرانه است و ای سرکوب این سرکوب به گفته اف بین الملل خفقان زندگی زنان و دختران در افغانستان نابود میکنه این گزارش ها را ما داریم و در مجموع میدانیم که دختران بالاتر از صرف ششم هنوز نمیتونند در افغانستان به مکتب بروند بسیاری از زنان کار خود را از دست دادن و ما نمیگیم که سازمان ملل متحد میگه میلیون ها نفر در درون افغانستان با خطر گرسنگی و فقر روبرو هستند ولی ما میشنویم از مخاطبان ما روزمره آم، که به ما پیام میفرستن پیام های صوتی پیام های کتبی و شکایت میکنن از این که چقدر وضعیت زندگیشان بدتر شده خب سوال شما گفت و سوال مهم است و این سوال را بسیاری هم میپرسن که چرا طالبان به خواستهای های جامعه بین المللی که ازشون میخواه که حکومت فراگیر تشکیل بدن به حقوق بشر احترام بگذارن تا هنوز عدقل چون این چیز را مشاهده نمی کنیم. شاید بتانیم به این سخن یک مقام امریکایی عدقل بسنده بکنیم که در نشست تاشکنده به تو گفتیم امنیت توسعه اقتصادی نامشه گذاشتن ولی در اونجا رینا امیری نماینده ویژه امریکا برای زنان دختران و حقوق بشر افغانستان در تویتر خود گفت که امنیت و ثبات اقتصادی بدون پشتیبانی طالبان از زنان پایان خشونت علیه تمامی جامعه قومی و مذهبی و تقویت یک روند سیاسی فراگیر امکان پذیر نیست حال دیده شده که در هفته ها و ماه های آینده مخصوصا که در آستانه یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت و یک سالگی حکومتشان قرار داریم وضعیت چگونه رقم خواهد خورد اما سراجودین میخوام کوتا بحث که در شروع سر کرده بودیم در مورد موقف های متفاوت تاجیکستان و ازبکستان در قبال روی کردشان با طالبان بداریم جالب است چون از ابتدا که رویدادها را دنبال میکنیم علی رحمان بیشتر یک موقف سخت گیرانه در برابر حکومت طالبان داشته اما ازبکستان ظاهرا رفتار نرم و دوستانه داشته با طالبان چگونه هستین؟ و حتی پیش از آمدن طالبا به سری قدرت در افغانستان ازبکستان با آنها روابط خیلی خوب داشتند انتقاد زیاد شد ولی حکومت ازبکستان با رهبری شبکت مرزیایف رئیس جمهور کشور حیات بلد مقام طالبا را به ازبکستان دعوت کرد اونا را سمرقند و بخارا برد و از اون وقت معلوم بود که ازبکستان آماده است که طالبا سر قدرت بیاین و پس از یک سال واقعا اینطور هم شد و بسیاری ها فکر میکنن که ازبکستان نسبت به کشورهای همسایه اینچنین تاجکستان واقع بینتر هست و ازبکستان حساب میکنه که دیگه مسئله سیاسی جنگ داخلی در دا افغانستان حل شده و طالبان سر قدرت به سالهای دراز میمانند از این لحاظ ازبکستان بیشتر میخواد با طالبا روابط خوبی را داشته باشد از دیگاه اقتصادی رشد کند چون ازبکستان یک کشوری است که راه به بحر ندارد به با بازار جهانی راه ندارد مستقیم اون راهی که موجود هست این طریق قزاقستان و روسیه است که امروز زیر فشارها و تحریم های غرب است امروز و یگانه و ارزانترین راه برای ازبکستان این راه طریق افغانستان پاکستان تا بندر کراچی که خیلی مفید است اگر عملی شود امروز ازبکستان بیشتر منافع اقتصادی, اقتصادی دارد در باید. باید. افغانستان ولی مثلا از ساخت قطار راهن و اینا هم بله. راهن صحبت شده ولی سوال اصلی که برخی از کارشناسان اقتصادی مطرح میکنن است که معلوم نیست که کی این پروژه های بسیار مهم را تمویل بکنه چون؟ مثلا تاپی مثلا راهن و دیگر پروژه ها حال چون بس جالب است میخوایم بیشتر صحبت بکنیم اما فرصت ما برای این مسلس به پایانش رسیده ناگذیرم برنامه را همینجا تمام بکنیم سراج الدین اسلام سردبیر بخش تاجکستان رادیو آزادی و قدرت شهیدی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی سپاسگزارم از شما و تشکر از همه شما که تا این دم مسلس را دیدید